در شهر خوشگل بیورلی هیلز هستم و متاسفانه من هیچ کسی اینجا نمیشناسم. خیلی دوست داشتم که یه دوستی رو پیدا کنم که اینجا بتونه منو بچرخونه یه خورده، نشون بده که این شهر چه شکلیه. ببینیم کیو پیدا میکنیم خلاصه که اینجا بتونه نشون بده. میدونی باحال چی میشد؟ اینکه میتونستم شهردار این شهر رو پیدا کنم، یه سری سوال ازش بپرسم. سلام، مخلصیم. چطوری؟ خوبی؟ خوبی شما؟ لانگ تایم؟ لانگ تایم، یو رایت. خوبید؟ مرسی، خوبم. کجا پارک کردید؟ اونجا، من اونجا گذاشتم. آه پس چه تو خوبید؟ پلاک هم هنوز نگه داشتید نه؟ لایسنس رو؟ نه، هنوز درست. یادت هست. خیلی باحاله. خیلی باشد، خیلی ممنون که لطف کردید. زنده باشید. قربون شما. سلام علیکم. سلام عرض میکنم. خیلی مخلصیم. خوش آمدید به بیورلی هیلز. قربون شما. واسه این که بخواد یه نفر شهردار بشه چی کار باید بکنه؟ باید پول دار بشه؟ نه، واقعا برای پول نیست، برای اینه که مردم دوستش داشته باشن و بتونن باش کانکشن داشته باشن، یعنی معروف باشه. باید قبل از اینکه شهردار بشه جاهای مختلف کار کرده باشه که بهش میگن یه عده‌ای طرفدار اینن و اون عده دیگه کمک میکنن کسای دیگه بیاد. شما جویش هستی درسته؟ من. فکر میکنید الان با شرایطی که الان وجود داره اگه مثلا یه کسی اسمش محمد باشه یا علی باشه، یه آدم مسلمان، باز میتونه شهردار یه شهری بشه توی امریکا؟ آره، بستگی داره کجا باشد. یعنی اگر که ملتشون اونجا مدلیست باشن، حتی مسلمان هم نباشن، که بشنسن که این کیه، چه کار. واقعا اون یعنی اصلا بشن. مهم نیست که مثلا چه دینی طرف داره؟ نه، اصلا من که به ران میکردم ران نمیکردم که بگم من جویشم یا جویش نیستم. سوال بعدی اینه که اگر یک کسی از کسایی که میخوان مهاجرت کنن، بچه ایران میخوان مهاجرت کنن، بخوان بیان اینجا، چه پیشنهادایی بهشون میکنید همون اوایل اگه بخوان بیان؟ اگر که ویزا بگیرن بتونن بیان، چون الان سخت شده از ایران بیان، خیلی ها ویزا دارن از این طرف بجوش کرد. اونایی که بخواد بیان اینجا، اولین کارهایی که باید بکنه که انگلیسیشون خوب باشه. اگر انگلیسیشو خوب باشه را باز بشه براشون، اما اگه که نباشه خیلی براشون سخته، چون که هم کار گیرشون نمیاد، نمیتونه خودشون رو از خودشون تعریف کنن. اینه که قبل از اینکه هم بیان باید انگلیسیشون خیلی قوی باشه. آقای دارشاد، در مورد وقایع ایران شما پیگیرش هستید؟ اتفاقاتی که تو ایران میفته؟ همیشه؟ صبح تا شب. فقط بگم که مردم اینجا همیشه فکر مردم ایران هستن، خیال نکنن ما اینجا هستیم فراموششون کردیم. خدا قدرتشون بده، خدا کمکشون بکنه که خود آزادی که ما اینجا داریم اونجا هم بیاد، که آدمو نکشه از اینکه پالتوش کوتاست. موقعی که شهردار میشید بادیگارد و اینا باید داشته باشید؟ اگر که لازم باشه. من داشتم، چون که اولین ایرانی بودم و خیلی ها اسم ایران خوب نبود دیگه. اون موقع اسم ایران خوب نبود. یکی علتی که راند کردم از این بود اسم ایران رو خوب کنم که همه اون تروریست نیستیم، همه اون اینطوری نیستیم. بخواستم کمک کنم که اسم ایران بیاد بالا. اون موقع یه مدتی من بادیگارد داشتم. شما اولین کسی هستید که سمارت سیتی رو راه انداختید، که شهر هوشمند، درسته؟ در آمریکا. در آمریکا. اصلا هوشمند، شهر هوشمند یا سمارت سیتی کسی نمیدونست چیه، یعنی چه. من گفتم کارهایی باید بکنیم که عاقلانه باشه. و این فکر اومد که
اسمشو بذارم سمارت سیتی. چرا؟ چون مردم میپرسن what is smart city؟ شروع میکردن صحبت کردن با هدفم عوض، اونمالمونا عوض میشد، اینکه بگن او آقای دلشان شما خیلی اکسنت دارید، که میدونی جواب من بشون چی بود؟ هر وقت گفتن you have such a big accent you wanna be a mayor، گفتم I never had an accent until I came to this country. اینه که میگفتم میخندیدن که من این لهجه رو نداشتم تا نیومدم آمریکا. دیگه ولم میکردن، راجع به لهجه حرف نمیزدن، راجع به سمارت سیتی صحبت میکردن. منم خب منم دارم دیگه، منم لهجه دارم وقتی صحبت میکنم انگلیسی. آدم ها فکر میکنم من فرانسویم، بعضی وقتا هم فکر میکنم من اسرائیلیم. بعد این ولی این جوک خیلی خوبیه، من از شما میدوزدم این جوک. I never had an accent until I came to this country. بعد ویژگی های این شهر سمارت چیه؟ اینه که هر کاری که میکنیم عاقلانه باشه. فرض کنید اگه داره بارون میاد، ما این داریم چمنها رو آب میدیم، این عاقلانه است؟ همینجاست. خب خیلی متشکرم که اومدید. این سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم که وقت گذاشتی. من خیلی خوشحالم که شما رو میشناسم. منم همینجور. مرسی که هستید و موفق باشید. کردید تا سه این شهر. سلام برسونید به همه دوستان. حتما. خیلی ممنونم از دوستان. اینجا سیتی هاله، اینجا پلیس دیپارتمنت بیولی هیلز. اگه باور بکنید اون اتاق اون بالا رو که ببینید اونجا زندان بوده. جدی؟ زندان توش الان دیگه نیست؟ چرا هستن، فقط موقتی هن. آه اوکی، جیل مثلا کسی به ایران میبرن اونجا جیل برای هفته یه دو روز دو روز هرچی باشه، بعد از اینجا ترانسفر بکنن. هوا خیلی خوبی هم زندانی شدن، ویو خوبی هم داره، رو کم بکنن اینجا. چه جاله؟